امی استقامت است که شاید که بخور فرها توسط همون تشنش کنده باشه. زمینی من به سرود و به صدای سرزمین، تایی که دختر به فرهاد پیشنهاد میکند که اینمی دشت بایی رو به آبی که هستد. تشه ساده ایش که کار کردن نمیتونه؟ نمیتونه نه. همین سنگه که ما شما میبینیم با ازالت طبیعیش رفتگی سگ. بله. سلام خالق یکتا، بیننده های عزیز سلام. خدا کنه که هر کجای کسی جور آرام و از صحت کامل برخوردار باشید. باز هم قدرت الله محمدی در خدمت شما از دریچه کانال یوتیوبی پامیر پلاس. بیننده های عزیز، باز هم موقعیت ما ولسوالی بهارکی ولایت بدخشان دهکده ششپل. به طرف دهکده ششپل آمده و اینجا یک دهکده کوچک است به نام دهکده کفترخانه. ما چیم که کفترخانه نام داره، شاید کدام کفتر پیدا شوه یا نه، کفتر باشه یک کفتر بازی کنیم، خدا کنه که باشه، کم کم شوقی کفتر هم هستم دیگه. واقعا جای دیدنیست، منظره های زیبا داره و همچنان در این منطقه خبرم شده که آبداد تاریخی رم داره. چگونه آبداد است، چگونه، شاید یک کم زره در گوش شما رم رسیده باشه. یعنی چا چند خواهرک عزیز ماست، ما چیم که از مکتب آمدن و طرف مکتب میرون، یک چند قمروشان صحبت میکنیم، باز بینیم طرف جاهای تاریخی ای دهکده کفترخانه. خواهرک ها فرار نکنه دیگه، من پیش شما میایم. آفرینتان. سلام خواهرک ها، خوب هستید؟ جانتان جور است؟ خواهرک خوب هستی؟ جان جور است؟ سلام. علیک نمیگیری اولی؟ ها؟ علیکم بگو. دختر ها که از او زیر تصیر میره و کامتان با جرات هستید؟ خودت؟ شاباس، اینه پیداش کردم. سلام خواهر، خوب هستی؟ و علیکم السلام. آفرین، چه خنده مقبول داره. نام که چیست؟ سویلا. سویلا جان، خیلی ما پشتیم تو فرار میکنی، پشتر بیا. آفرین، نامت سویلا هست ها؟ هک شما دیسه خدر های مکتب. مکتب تو کجا هست؟ ششپول. ششپول، همین ششپول که میان ششپول داره یا نه؟ چه خوند امروز در مکتب؟ کتاب. کتاب خو خوندی؟ کدام کتاب خوندی؟ ریاضی و دری. ریاضی. آفرین، از ریاضی چی یاد گرفتی امروز؟ درستان چی بود؟ زر بخونده؟ عملیه جمع خونده؟ چیزه؟ عملیه جمع. آفرین، که یک جمع تعریف کرد؟ ولی تعریف نمیکنه. دو جمع دو چند میشه با؟ چار. نه، چند میشه دو جمع دو؟ ما میگم پنج میشه با. چند میشه با؟ آفرین، چار میشه با. برنده های عزیز، خواهره که ما یک کم زر زیر تاثیر میروند. دیگه کسی اگم شریعت دارید؟ شعر کسی یاد داره؟ یاد ندارید؟ خب، بخیر موضوعیمشون نمیشیم. بیننده های عزیز، ما آمدیم پیش یک جای تاریخی دیگه. خلاصه کلام همیست که جای تاریخی است، یک جایی که بسیار افسانه و قصه هاش شنیدم دیگه. خوشبختانه که امروز من رو از نزدیک دیدم. اینجا کس به نام کوی شیرین فرهاد یاد میشه. شیرین و فرهاد که میگن قصه چگونه است، از کجا شروع به کجا که ختم میشه، اینی کوه که است مربوط به فلسفه شیرین و فرهاد میشه. متاسفانه خدمت قصه شاید ندارم چگونه تاریخ دارن، چگونه فلسفه دارن دیگه. ما کوشش میکنیم که یکم نفر پیدا کنیم. یک آیش سیف دمیش ششتگی استن دمی لب جویبار، خوب است یک صداشون کنیم اگه زمان نمیشه. آیش سیف سلام علیکم. اینه یک سلام هم آیش سیبه که داده، فهمیدن که کارشون داریم. این طرف ما می آیش سیبه که زمت تو نمیشه با یک کم زرمون پیش میریم.
سلام علیکم مجید سیب. جانتان جورس بخیر است. خسته نمیشه مجید سیب. بخیر اومد. سلامت باشیم. مش مشکلی نیست. تشکر زیاد. همیشه سایه گرفته بوده گفتم مزایمتون شده مثلا. لطف کردین سیب. لطف کردین. بسیار خوش شدیم از معرفتتون در قدم اول. دومی که از جاهای تاریخی گویا به شکل داستانی را که شنیدین و آمدین ما از شما بسیار اظهار خوشی میکنیم. سلامت باشید. تشکر. چه خدمت معرفی کوتاه کنیم. لطف میکنین. لطف کردین. اصلا نام ما مرزا سلیمان نام دارم. زاده وردوش هستم. دیگه مدت تقریبا کمتر از 30 سال میشه که در بارک زندگی میکنم، مخصوصا در این منطقه. در این منطقه ششبول دیگه کفترخانه. پیشتر که ما گفتم اینجا را به نام کفترخانه یاد میکنن، اینجا کفتر داشته یا نداشته، اما تو یک نام موندن. نه خیر، این هم از جمله اما تاریخی است که در گذشته ها کوی بوده که فقط کفتر ها در اونجا لانه داشته و دیگه چوچه میکشیدن و تربیه بعد از اینکه کلان میشدن باز از اونجا پرواز میکردن، مخصوصا در سالهای دیگه به نام کرگس ایگه پارا هم داشت اونجا که او مثلا ما به کفتر خانه شده واقعا کفتر داشته. خیلی همی نامشان که بوده نامشان از دل خودشان نمونده این مردم حداقل یک فلسفه داشته. نه قبل از اینکه زندگی در اینجا ادامه پیدا بکنه به نام کفترخانه بوده. کفترخانه بوده. آیسه به همه تا قدم زده میریم طرف کوی شیرین و فرهاد قصه کردم میریم، باز داستان اصلی از همون کوی شروع میکنیم. آیسه قصه کنید از این منطقه کفترخانه چگونه مردمی دارن، مردم های میمان نواز هستن، مردم های جنگیره هستن، چگونه مردم هستن؟ انشالله جنگیره نیستن. جنگره نیستن و خوبترین مردم هست به این منطقه آمدگی هستن. ما در قریه کفترخانه مون تقریبا از 6 ولسوالی نفر داریم که زندگی میکنه. از 6 ولسوالی دمیجا فعلا زندگی میکنه. در همین منطقه ای که ما زندگی میکنیم 6 ولسوالی را مردمش کم و بیشی که هستن از 6 ولسوالی هستن. یعنی ماشاءالله یعنی نماینگری است که شما از خود یک وحدت یک انبستگی دارید که از 6 ولسوالی مختلف در یک دهکده زندگی میکنن بدون کدام جنگجار. کاملا فقط یک شورا را ایجاد شده. دیگه همگیمون تحت نظر اینمو شورا کار میکنیم، کارمون مشترک است. دو مسجد داریم، یک مسجد دیگه هم روی دست است که خطیب و سه مسجد میشیم. ولی متحد هستیم ماشاءالله. دیگه دعا میکنیم که خداوند تمام ملت افغانستان و تمام امت مسلمه را یعنی قسم وحدت نصیب کنه. الهی آمین. الحمدلله. ماشاءالله منظره خوبم داره امید طرف های کوره که ما شما میبینیم، مرزارای خوب، جای تاریخی است. والا جای تاریخی بگفتون این مردم چه رقم زندگی میکرده، چه رقم زندگی داشته. آفرین شما الله. آی سب است که منظره شما کردید نگفته چرا. منظره خوبش دارید، دریای خورشان دارید، تمامی برک از این قسمت معلوم میشه. یه روزم دعوت نمیکنه که بید بچه ها همیشه یک چکر بیاید. دعوت میکنیم سب. ما روز بگم از شما واری جوانای با درک و با احساس خالی ذهن بودیم. آشنو خالی ذهن بودیم اینه، ولی بعد از اینکه دیگه معرفت حاصل شد بعد از این تاریخ میاییم خلاصی هایی سیب. دیگه من شماراتون همیرم هر روز زنگتون بزن که هایی سیب یک چهارمخش اومده که ما اومده ایستم چهارمخش هم هست وردوشی که باشه چهارمخش دارم. خلاص دیگه یکی از شهدا باشید، یکی از ولسوالی وردوش بدون چهارمخش خونه ایستی. از شهدا هم هست سلم میشه و ولسوالی وردوش هم هست، ولسوالی خاش هست، ارغنج خواه هست، ولسوالی یرگو هست، از ولسوالی جرم هست، از خدی ولسوالی بارک هم هست. شش ولسوالی را مردمش کم و بیش هست. همه قسم که از این منطقه را که میبینین نور و نمک میبوره. این همه منطقه های مربوط خستک میشود. همه قوم های خستک ماشون. او مثال اونش باز با یک وردوشی ماسته دوش و اولی جور کرده. چه که گفتی نیک سک مردم همه متحد باشد. بیننده های از شما بیننده چند تصویر زیبا باشد. ما سویسا میریم از قسمت اصلی که کوی شیرین و فرهاد شروع میشه و شما بیننده چند تصویر باشه ما دوباره برمیگردیم. عزیز
عزیز باز هم خوش آمده. خدا کنه که از دیدن تصاویر زیبا شما لذت برده باشید. ما همه قسمت ها آمدیم، فکر کنم که اول ما استقامت کوه شیرین فرهاد اونو قسمت پایین است دیگه. ما پیران دارم همه تا بطنهایی برم، جوش کم ذره خطرناک است. آیسه بعد دیگه خودم اجازه نمیتونم که خدا نخواسته پای آیسه به ازمشون نلخشه دیگه، خود ما تا بطنهایی میرم. و همچنان نگفتن نمانه که یک خواهره که ما دمیجا داوطلب شده که از اموجا ما را صدا که ما یک شعر میخوانم. کدام اتان بوده؟ خدا تسی؟ آفرین. خواهره که مقبول من نام خدا چیست؟ اعوذ بالله. نه اول نام تا نگفتی دیگه وقت شروع کردی. خیرست خیرست. نام ما چی؟ نامت چی سک؟ آفرین. اسما. اسما جان. از کجا اومدی خودت؟ اولی را بخشم بگو. از کفترخانه. از کفترخانه؟ از مکتب؟ از مکتب اومدم. آفرین. سبک چیز خوردی؟ سبکی. خب بگو دیگه خیا. سبکی نان اونم تا میبریم به مکتب. خب خب سبکی از خونه تون میبری نان و مکتب از نان اشتغال میکنی. خب خب اینا بخش ما چی به گفتن داری؟ شعر میخونی؟ خکویی میگو چیز؟ اولتر از همه السلام علیکم. علیکم السلام. آفرین دختری با ادب. سلام تا تکمیل که آفرین. اولتر از همه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و بعد از تقدیم سلام چند پارچه ترانه‌ای را که تهیه نمودم برای شما بخونش میخوام. آفرین. به یاشی ها نگشتم، خانه به خانه گشتم، بی تو همیشه با هم خانه به خانه گشتم، عشقی یگانه ای من از تو نشانه ای من، بی تو نمک ندارم شعر ترانه ای من، سرزمینی من خسته خسته از جفای زمینی من، به سرود و به صدای سرزمین من، دردمندی به دوای سرزمینی من، سرزمینی من کیرایی تو را گشوده، سرزمینی من کی غمی تو را سروده، سرزمینی من کی به تو وفا نموده، سرزمینی من ماه و ستاره ای من، راهی دوباره ای من، در امه جان همیشه به تو گذاره ای من، گنج تو را بودم از پیاشتتی خود، قلبی تو را شکستن ارکی به نوبتی خود. از طور چون یک جهانی سپاس. سلامت خوهرک، تشکر زیاد. واقعا که زیر دستی رفتم، باور کنه که نزدیک است که همه عشق ما جوری شود. خوهرک عزیزمی، چی سبب شده که همه ترانه را خطا دوبی با چه خاطر همی را خونده؟ یکی وطن زیاد دوست داری، چی را خونده؟ وطن زیاد دوست داری، ها؟ به خاطری که نمی شعر تران، شعری که خوندی، ترانه که خوندی با وصف وطن بود. برنده های عزیز، یعنی خوهرک عزیز ما را که شما میبینید، یکی احسانش که خرد است، اما احساسی را داره که یک جبیره یک پانسمان به خاطر وطن باشه. بید که ما شما دیگه دست به دست هم بتیم تا که وطن خدا ما شما آباد کنیم. خواهرک عزیز خیر ببینید، تشکر. یک دنیا یک جهان تشکر زیاد. خیر ببینید، همیشه موفق باشی، به تمام ارزوهات برسید. تشکر. بیننده های عزیز، یک رفت و برگشت خود. همراهان عزیز، ما هم بخیر آمدیم در استقامتی که اولی نما آثار شیرین و فرهاد که توسط فرهاد آفر شدگی است همیجا است که معلوم شد شما در تصویر میبینید. آیسته بعد همونجا ماندیم، چون یک کم ذره همی غاری که ما شما میبینیم همی دهنش یک کم ذره میده سک دیگه، شاید خودم به مشکل ترشم. آیسته باز بزرگ است، هم باز نمیشه به احترام میکنیم دیگه. ما بخیر اما تو میرم با استقامت که ببینیم تا کدام جوش رفته میتونیم. باز بخیر داستانش از زبان آیسه میشنویم که چگونه داستانی داره. همراهان عزیز خیلی آیسه آیسه من میرم بخیر. یک کم سر خطرناک هم معلوم میشه با او عد اندازه را نیست دیگه. دیگه اون استقامت هم که هستک فکر میشه بند است،
تون اونجا کس دیوار شده گیست. دیگه شما در تصویر که میبینید همه استقامتی هست که شاید که با خود فرهاد توسط همون تشش کنده باشه، چون داستان مکمارش با از آیس پرسان میکنیم بخیر، چون با او استقامت هم هست، با او کوی دیگر هم، با او استقامت هم یک کوی دیگر هم هست، وصل شده وجود هم همه قسم دیگه غار هست که وجود بخیر میریم. دیگه متاسفانه بایش رو نیست که من پایین شوم. اگر فریجان زحمت نمیشه خدا آیس آیس پس بکشه که من خدا پس بکشه. چون هدف اکثر داستان ها قصه را ما شنیدیم در برای کوی شیرین و فرهاد چه رقم جاز چه رقم نیستک، ما هم راستی برای بار اول نو دیدیم. اینه بخیر که دوباره به صحت کامل برگشتیم، الحمدلله خدای را شکر. دیگه نزدیک که به هفته یک کم ذره سرم دور خورده است. اون باز یک استقامت که هستک کمری میگن، جاش کمری که هستک از اینجا شروع میشه. و اینی به استقامت هست یک کم ذره جاش هم خطرناک است. اینی به اینجا میره و اینجا را محمد لبلبی شخ حفر کدگی است. میره محمد تو ایسا ایسا یک کم زر خطرناک هم هست، بطوی خمم خیلی لشم هست، خدا کنه که از همه جا نرفتیم. فرجا میتونه که جور را تصویر بگیره، یک کم زر جایی جو خطرناک هست، بلا شده نمیشه. با دیگه میتونه که از همه طرف پایین هم تصویر شد بگیره، به خود ری جو یک کم زر جوش خطر داره، تیر شده هم نمیشه. با جوش خطرناک هست، جو بطوی خیلی لشم هست، همه جا در زیر یا اوجا که از جای بیست اصل شکلی اصلی که اما چگونه تونل هم غاره که فرکده است در او شکل دیگه هستک. ما انشالله دیگه میریم از اوجا شروع میکنیم امروی قصه، ببینید که اویسی چه قصه در ای باره داره، حتما اویسی به ما قصه میکنه. مجبور هستیم که یکم زر احتیاط کنیم. اینه فرام که هستک از اینجا شروع به اینجا همه تا میره با دیگه، مجموع کجا میره و کجا نمیره با با او کوی دیگه باز وصل میشه. با میریم انشالا از اونجا باز برنامه را امروی کاکا، امروی قصه های جالبی کاکا بخیر ما شروع میکنیم. بیرنده های عزیز ما را همراهی کنیم. امروی کشم پیش آجی سیب. آجی سیب بازم خسته نباشید، شما را دایی علیکم السلام در آفتاب منتظر ماندیم. مهم نیست خواه کنیم به خود شما بزرگوار رسید، ایترام تو نداریم. آجی سیب، آجی سیب دیگه فکر کنم که در آجی سیقامت ما همون تونل داخل شدیم، به مندازه یک نفر جور شده گیست، هم یک نفر میتونه که برم به مشکل از همون تونلی که هست اگه او برو کنم. آجی سیب در سیقامت ما شما میبینیم که تونل شما هست. امتداد امو تونل است به این منطقه رسید. به جا وصل شده گیست؟ وصل شده گیست، بله. خب، برای فعلا مردم به خاطر آبیاری از اینو استفاده میکنه یا خیلی بیستید؟ استفاده کم و کتو میکنه. چکه چشمه دارد و دیگه مردم هایی که در دشت تشنه میشون از چشمه یادی استفاده میکنه. استفاده میکنه. یعنی مردم هم میتونه که از اینو استفاده میکنه؟ بله، شاگردای مکتب مخصوصا دیگه در ایشون میاد سایه میگیرن و سلقین میشن به اصطلاح وطنی و آب می نوشن و دیگه آبی بسیار پاک و گوارا دارن. جای خوبش هم هست، جای زیبار هم هست، جای تاریخی دیگه. سلام آجی سیب، خیلی به توکل به خدا میریم بالای همین فلسفه و داستان شیرین فرهاده که میگن. من راستی همین کوشا که میگفتن باورم نمیشد تا وقتی که امروز هم آمدم آثارش که دیدم، بعد یک کم ذره باورم کشید که واقعا همه جا یک چیزی بوده. اینا را شما همین قصه ای که خودتان از کسی شنیدید، اما پدر کلاناتان به شما قصه کردن، میتونه که ما را به شما بازگو کنید. بیننده های از شما را تماشا میکنن. لطف کردین سید. سلام به شما سید، تشکر. داستان شیرین و فرهاد داستان امروزی نبوده و آیسه میشه یک کم ذرا بلندتر صحبت کنید. سالهای سال
این ادامه پیدا کرده تا این دم با که به ما و شما رسیده. داستانش به این شکل آغاز میکنن که بوده کسی به نام شیرین، دختری به نام شیرین و مردی هم بوده که به نام فرهاد یاد میشده. این دو نفر با هم خواستن که طرح دوستی بریزن، تا این که دختر به فرهاد پیشنهاد میکند که این نمی دشت بایی رو به آبی که هستد جوی از این رو بکش، آب در این جاری بکه، این دشت آبیاری بکه، با بعد از اون ما و شما با هم وصل میشه. شرط مانده. شرط مانده. ولی در همسایگی او برای دریا شخص دیگری بوده به نام خسرو. خسرو. شخصی بوده به نام خسرو از واقعه این دخترکه آگاه می شود. او میخواهد که همراه ای شیرین عروسی بکند. با او هم یک شرط میمونه که تو همین دشتا را آبیاری بکند، هر کدامتون که پیش آبیاری کردید یا تو یا فرهاد دیگه شوهری ما امو بوده باشه. شرط خطرناک هم بوده آجی سیب. بله شرط مونده که هر کدامتون که پیش آبیاری کردین. فرهاد عجله میشه و در کارش دیگه. خسرو هم یک کاری را آغاز میکند، گویا یکی یک کمپیرزن پیدا میکند. خسرو پیدا میکند. خسرو پیدا میکند از جمله نزدیک های خودش. آیسا تا قدم میزنیم. از جمله نزدیک های خودش پیدا میکند و چاره کار را میسنجه که چی قسم بکنیم که پیش از فرهاد ما برنده شویم. یعنی در زمانهای سابق همی کمپیرا مشاور بوده دیگه ای سیب کسی که خواهد بوده دیگه. از جمله نزدیکاش با تجربه و کهن سال بوده. بالاخره صاحب مهربان این در این فکر می شود که باید در دشت در آفتاب برآمدن بوریا گویا فرش بکنیم. بوریا فرش بکنیم، وقتی که شاله آفتاب در این بوریا بزند این شاله بده، ما بگویم که یعنی دیگه ما دشت آبیاری کردیم پیش از فرهاد. وقتی که این دست به کار می شود خسرو دست به کار می شود بوریا گویا فرش می کند. این که واقعیتش تا کجاست او به پیش خدا معلوم. شما شنیدید دیگه. شنیدگی ما بالاخره صاحب آوازه پخش میکنن که این خسرو دشت پیش از فرهاد آبیاری کرد. وقتی که این قضیه به فرهاد میرسه همین تیشه را میخواه که بالا بکند و بزنه به فرق سر خودش. وقتی که فهمید که خسرو دشت آبیاری کرده تیشه را در فرق سر خودش گویا میزنه و خوده میکشد. خدا میکشه. وقتی که از قضیه کشته شدن فرهاد شیرین خبر میشود سراسیمه میشود دیگه میایه به دیدن فرهاد، برای دیدن جسد فرهاد میایه و در پای فرهاد، در پای فرهاد شیرین هم خدا میکشد. اردش دمیجا میشه. اردشان دمیجا فرهاد دیگه. میگن که فرهاد خود همه کوی که ما شما فیران در بالاش هستیم فرهاد همه استقامت بودن. بله. یکی خسرو در کدام ایسه بودن؟ در دشت او طرف طرف بایسلو بگیم قلدشت یا فرض میکنیم پونشهر یا دشت فرمراخ در او طرف گوی او بوده دیگه. های سیب خدمم یک قصه شنیدگی هستم که در ما قسمت های پونشهر که هستم که از سر کنده که ختم میشیم در ما طرف که هستم که پیش خانه های سیب دوباره دیگه میگن کوی که دمو جو خسرو کار میکرده اما آفر کرده دمو طرف بوده. اما اما قصه شما شنیدید. اما تا قصه میکنن، اما تا قصه میکنن که خسروی بوده که سری از این هم امو شرط مونده که این همی کورا سراخ بکو دیگه موتو موتو خلاص دیگه. آه موتو تا ای که بوده اوجا دست بکار میشه و بالاخره فرهاد خدا نابود میکنه. آیس برای فیلن کدام آثاری همین فعلا همین تونل را که ما شما که میبینیم همون کار تیشه است دیگه. بله کار تیشه است که در یک اون جوش در یک اون قسمت همون تیشه جوش هست. نه بچه است دمو استقامت که همون تونل را که پیشتر که این بیننده های عزیز این هم استقامت هایی که آفر که هست توسط همین تیشه کنده شده است. بله تونل عزیز وصل میشه به کوی دیگه. بله که ما شما پیش
بیشتر که دیدیم از یک کو با دیگه کو وصل شده و دیگه اویسه برای که نزدیک اما جران بره پونتر میشه که اویسه شای نزدیک تر گپی خوب است برنده های عزیز مستند تر آجی سه قدم زمینیم به طرف آثار تشه شما بینیده چند آثار کمی خدمت مانده شدم چون از او کو پایین شدم امرو آجی سیب خدمت خیر بتا آجی سیبه که به خاطر که امروز واقعا که به زحمت شدن این جارم آجی سیب بسیار یک چشمه بسیار مقبول خوبش بوده دمی جا بسیار بسیار چشمه ای که آب شیرین فوق العاده داره اما تو آبی که بخری کیف میگیری فقط زلال آبی زلال از امو صداش هم معلوم است از امو پاکش هم معلوم است آجی سیب بسیار شفاف است یعنی بیادره که ما خوب هستی جان و جور است بخیر هستی تشکر حاجی سیب دیگه آثارهای تشه فکر کنم که نمی جا که هستک این همی قسمت ها آثار تشه هسته بله ها دو قسمت ها هم هست اونو وجه هم هستک ملم می شود این همی قسمت ها تشه هسته که همی کوره تراشیده تراش کده آیا سپاس میان که اما تشه فرهاد الماس بود همین قسم با شنیدیم واقعا که الماس بود میگوین که الماس بود چون همین تشه ساده هیچ گوی کار کرده نمیتونه نه همین سنگ که ما شما میبینیم با ازالت طبیعیش رفتگی سک بلی آن بخاطر که اینه رده رده شدگی سک بلی آن چون اما آثار تشه که میان واقعا جای تشه هست بخاطر که به ما اندازه دم تشه اینی سنگ ها برش شدگی سک برش شده اینه او قسمت هایی که خوار است به اصطلاح شما ببینید که نمونه هم اگه جای تیشه است که برای جا میتونید که از قسمت بالا اما طرف غاری بعدی شاید معلوم شد و خوب در باز میتونید یک تصویر برداری کنید وقتا که دیگه چه رقم توانایی که داشته و مردم چه رقم صبر و حوصله که داشته و جسیم بسیار با حوصله بوده آیه سپاسم دیگه تشکر زیاد از دیگه بیشتر وقت تا نمیگیریم واقعا که خیلی ها سپاسگزار میکرم از شما بخش ما وقت گذاشتید دیگه چند دقیقه آمدت امروی ما ایجا بخش ما یک معلومات دادید تشکر از شما هم که داشته های کشوری ما را برنمایش میگذارین مخصوصا منطقه هایی که تاریخی هست تاریخ و فرهنگ ملت ما را که بازگو میکند ما خوش میشه تشکر آج سیب سلامت باشه لطف دارید موضوعتون نمیشه خدمت باشه با ما آج سیب تشکر دیگه سلامت باشه موفق باشه تشکر زیاد بیننده های عزیز واقعا که بسیار جای زیبا جای خوبش میبینه که به متوسط قدرت الهی از وسط شرخ اما تو آبی که مثل نقرمانان دست آمده است دیگه به توکل به خدا ما یک افتتاح میکنم یک آب مینوشم باز همیشه برابر خاتمه میدیم ماشاءالله واقعا که آب شیرین بیننده های عزیز ایرم بود برنامه ما دیدار از کوی شیرین فرهاد اولا باور خدم نمیشد شاید همه تا افسانه و میگه پاکی باشه امروز که از نزدیک دیدم بعضی سوالات در ذهن خدمم پیدا شد که چگونه مردمی بوده چگونه با یک تشه یعنی افرایی که ما شما میبینیم آثارهایی که بری کورک میبینیم چگونه جورا کندنکاری کردم بازم تشکر زیاد از تمام شما بیننده های عزیز میفهمم که شما از هر کشور بیننده هستید اگر زحمتتان نمیشه و این پامیر پلاس هم میتونه که به دوستا اندیوالا فامیلتان شما شیر کنید تا که بیننده برنامه های ناب ما باشن بیننده های عزیز ایران بود برنامه امروزی ما تا برنامه بعدی الله یار و یاورتان